صبحتان بخیر، آرزومند هستم یک صبح با نشاط و با تراوت را آغاز کرده باشین و همچنان خوشبختانه در این بخش مهماندار هستیم با آقای سهراب سلحشوری و شارسول احمدزی، ورزشکارای خیلی خوب ولایت لوگر هستن و در مورد مشکلات عمده ورزشکارای لوگر و همچنان دستاوردهایی که داشتن تا حالا صحبت های خیلی خوب را می داشته باشیم. پس شما هم ما را همراه باشین و تنها نگذارین. سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدید در برنامه. شما بخیر، بخیر باشین، تشکر. سلام، سلام، سحر بخیر. من هم تاسونم. خب آقای سلحشور، بیشتر صحبت ها را می داشته باشین در مورد ورزش ولایت لوگر که حالا چیگونه هست و با کدام مشکلات مواجه است ورزشکاران این شما، چون در هر رشته علاقمند، هر رشته علاقمند خاص خود دارد در هر ولایتی که باشه. به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز شما. مشکلات، خب مشکلات از کجا شروع بکنیم؟ در اصل در مدیریت ما مشکلات است. مدت 10 سال یک نفری به نام ولید در راس مدیریت آمریت ورزشی ولایت لوگر هست. تا این حال ما شاید کدام برنامه ای که از طرف ازی برگزار شده یا برنامه سیمینار باشه، سیمینار داوری باشه، سیمینار تغذیه باشه، فواید ورزش باشه، یا کدام فعالیت ورزشی در بخش ورزش، در بخش رشد ورزش، رشد ورزشکار داشته باشه، ما شاهد نیستیم. و جمعی از جمعی کثیر ورزشکارا صدای خود بلند کردند و در صدد ازی بودند که تظاهرات را اندازی بکنن. بعد ما با مسئولین ولایت لوگر، با شورای ولایتی ولایت لوگر، با مقام ولایت لوگر یه در جریان ماندیم. باز با قدیما وعده سپردن که امی کارهای ازی مورد ارزیابی قرار بگیره که تا چه حد ای کار کرده، تا چه حد مثلا غفلت وظیفه‌ای داشته. دیگه بعد از گفت ما تصمیم خود میگیریم. جناب احمدزی، شما هم در رشته تکواندو هستید. بله. چی مدت زمان شکل آوردین به ورزش و تا حالا چند مسابقات داشتین و با چی دست آوردین؟ زه خپله له څلور کاله کېږي چې ورزش ته مې مخ راوړل. هغه نه مخکې مې ورزش کوو، خو اوس مې هغه مثال رسمي ورزش شروع کړی ده او داخلي مسابقات مې کړي، تر اوسه پر خارجي مسابقات نه تر. او یو عمده علت همدا ده چې موږ په ورزش کې په راس کې د لوګر داسې یو کس نه لرو چې موږ تشویق کړي، موږ حمایت کړي، بلکې نور هم زموږ د کندي او د سستي سبب ګرځي. نو مشکل په چه شي تاسو ګوري؟ مشکل موږ په عملیات کې ګورو، ځکه چې ورزشکاران نه تشویق، ورزشکاران چې روحیه ورنه کې، مورال ورنه کې، ورزشکاران تشویق نه کې، ورزشکاران هیڅکله په خپل سر چیرته نشي تلی. باید یو ولایت نه موږ نماینده لو راغی، موږ نماینده باید راشي کابل ته، زموږ غږ پورته کړي، ځکه چې لوګر یو داسې ولس ده چې قهرمانان لري، یو قهرمان روزلي تل ځان ښودلی ده. نو د هغه دپاره موږ یو داسې کس غواړو چې په عملیات کې راسي، چې لوګر ته او لوګر او ورزشکاران ته خدمت وکړي. موږ د چا سره شخصي دښمني لرو نه، بل موږ فقط دومره غواړو چې موږ ورزش د لوګر باید پرمختګ وکړي او ورزشکارانو حق غواړو. موږ ته نه په خپل یو تن یا زه یو ستاسو ته نه په هغه نه یو راغلي، موږ بلکې د لوګر په نمایندګي راغلي. لوګریان موږ سره دي، تاسو فیسبوکونه کتی شي، نور کتی شي، موږ والي صاحب، شورای ولایتي د لوګر ټول په جریان کې اخلي. هغوی ته له هغوی نه مې یو نړۍ مننه کوو چې موږ ته یې وعده راکړه چې تاسو سره به موږ هر رقم کومک چې کوو، چې کوم یو ته کوم حق طرفي، موږ حق غواړو. باید راسي آیات موږ ته کېدی شي. نن شورای ولایتي ویل دي چې دلته آیات موږ هغه کوو، معذف کوو. نو هغه بررسي وکړي، موږ یو داسې کس غواړو چې لوګر عموما ورزش ده په سقوط روان ده. په لوګر کې کلبونه درګرده، بستګي فدراسیونونه درګرده، بندېږي. دا څه لامل ده؟ همدا لامل ده چې موږ تشویق نه کېږو، بل نه کېږو. استاد څه ده؟ تاسو ته به بهتره معلومه چې یو قهرمان ده. مسابقات هم چې درلوده څنګه ونو؟ کوم ولایتو سره و؟ ولایتونه ما خپله سیده پکتیا، خوست، غزنی، دو ولایتونه موږ مسابقات کړي دي. وزارت داخلي کې موږ مسابقات کړي، ملي ټیم ته راغلي. دا یعنی موږ ته چا یو افغانۍ هم کومک نه دی کړی. موږ بیا هم شخصي جبه راغلي. موږ دا نه وایو چې موږ ته مالي مرسته وکړي، بلکې یو تشویق، یو معنوي تشویق. موږ چې کله بیرته له مسابقات نه لوګر ته ځو، اقلا موږ ته چې یو څو نفر موږ تشویق سو، موږ د چا لپاره جنګېږو؟ موږ چا لپاره میدان ته ځو؟ خپل لوګریان لپاره ځو. نو د دې لپاره باید لوګر ته چې موږ کله کله لاړ شو، 15 نفر ما ته موږ نه پېژنو، څوک خبر هم نه وي چې زما لوګر نه مسابقات، که زما لوګر نه یو څوک ځي یا له کابل نه ځي، د لکه استاد چې خارجي مسابقات ته ټول افغانستان نه ځي، افغانستان په ویاړ کې. نو لوګر چې موږ کله څوک خبر هم نه چې یو ورزشکار تللی نه تللی، موږ نه حمایت کېږي. نو موږ خپل په سر ځو، خپل په سر ځو. موږ عامل یو داسې کس دی چې زموږ هیڅ احوال نه اخلي مسابقات کېږي، بلکې سیمون ته امریت ته غره کې موږ ته کابل نه زنګ وي. نور ورزشکاران چې تاسو راسي مسابقه ده، زموږ یو نماینده ده، بغل زموږ نماینده ده، باید موږ ته را مرسته وکړي. او هغه نه موږ اوس یو بل کس داسې یو کس غواړو په عملیات کې چې ورزشکاران ته خدمت وکړي.
دقیقا شما از امنیت یاد کردید. بدون شک زمانی که امنیت نباشه نمیتونیم که در هر بخش یا رشته که فعالیت خوب داشته باشیم، متاسفانه نمیتونیم فعالیت داشته باشیم در ورزه. جناب سلحشور، شما از امکاناتی که در دست دارین، حالا مسابقات بیرونی هم شما با دستاوردهای خیلی خوب اشتراک کردین، با امکاناتی که شما تمریناتتان را به پیش میبرین یا امکاناتی که شما در دست دارین بیشتر از شما بدانیم در این قسمت؟ اول خب من تشکری از رهبریت فدراسیون ملی موی تای افغانستان میکنم. در راستش یک آدم پرکار، پرتلاش، آدمی که واقعا به خاطر رشد ورزشکارا و رشد جوانا تا این وقت در هندشه است و شبانه روز کار میکنه از رهبریت فدراسیون. تا این دمه که مثلا من نایب قهرمان جهان شدیم، نایب قهرمان آسیا شدم، مدال برنز مسابقات جهانی رو گرفتم از کشور روسیه و در 2019 من مسابقات جهانی تایلند اشتراک کردم. در اونجا حریف از کشور ایتالیا رو شکست دادم که متاسفانه باز از ناحیه زانو آسیب دیدم. باز کمیته صحی اجازه نداد که من بازی ها را ادامه بدم. رهبریت درست و سالم فدراسیون بوده که تا این دمه ما رسیدیم. دیگه متاسفانه به گفته دوست ما از ولایت لوگر یا از امیریت ولایت لوگر تا هل حال کدام کار نیدیم. حتی در داخل ولایت لوگر ما در مدت 10 سال همین عامر ولید عامر ورزشی است، ما در مدت 10 سال حتی یک دانه رنگ استاندارد نداره. آقای سلحشور، من میخوام یک چیز بپرسم. در این اواخر همین حرفا خیلی زیاد است که میگن مویتای باید رشد میکرد که نکرده. این چقدر واقعیت داره و ورزشکاران این زمانی که من در اینجا حضور پیدا میکنن خیلی راضی هستن از رشد مویتای و همیشه هم میگن که بله رشد خیلی خوبی است و رشد کرده. خب حالا این همه نظریاتی که هست، هموطنان ما چقدر شما بارم و ای هستین که قبول کردن که حالا از قبل کرده حالا مویتای زیاد رشد کرده و از شما بیشتر مشتاقین به این مورد، چون خودتان یک ورزشکار هستین، در رشته مویتای پیش رفتین، خودتان بیشتر خاطفا میدین که رشد کرده آیا رشته مویتای یا هنوز هم رشدش باقی است که باید آنقدر که مبارزات آزاد در بین مردم مطرح است باید مویتای هم مطرح باشه. در اینجا دو تفاوت وجود داره، یکی مبارزات آزاد است، یکی مبارزات داخل رینگی است که در حساب تیمی بازی میشه. باید این تفاوت وجود شد، از طریق رسانه‌های شما به تمام مردم ابلاغ شد و فهمانده شد. مثلا ما که بازی میریم، اول که خود ما منتخب تیمی ملی میشیم یا قهرمان میشیم، اول منتخبای ولایت گرفته میشه، ولایت لوگر، بعد از اون باز تمام ولایت ها منتخبای خود گرفته میشه، بعد منتخب تیمی ملی برگزار، منتخب کابل گرفته میشه با تیم ملی برگزار میشه، در بین یک قهرمان میمه. بعد از شاید 6 بازی یا 7 بازی یک بهترین وجود داره. مثلا در وزن 75 کیلو ما و در وزن 63.5 کیلو دیگه دوست ما، در وزن 71 کیلو دیگه دوست ما، در مبارزات آزاد همچون چیزی وجود نداره. در مبارزات آزاد در وزن 75 کیلو ما شاهد هستیم که هر کس ادعا داره، 6 نفر ادعا داره که من قهرمان وزن خود هستم. مگم در مویتای یک نفر قهرمان است. یک موضوع و موضوع دوم مایی است که در تمام کشورها مثل که در افغانستان منتخب ازی برگزار میشه، یک قهرمان وجود داره. این دو قهرمان در بین خود رقابت میکنه، یعنی بهترین افغانستان با بهترین ایتالیا، بهترین افغانستان با بهترین تایلند، بهترین افغانستان با بهترین دیگه کشورها یا رقابت داره. این باید تفاوت شه. مدالی که ما به دست میارم، مثلا بعد از 5 بازی 6 بازی من یک مدال به دست میارم، دوست ما که از افغانستان رفته در مبارزات آزاد یک تا بازی کنه، بعد یک بازی اگر برنده شد صاحب یک دونه کمربند میشه، میاردم شاید هم حجم کمربند هم از میز شما که کلانتر و بزرگتر باشه، او با یک بازی خود میگیره، اگر باخت یک دونه کپ میگیره. ما بعد از 5 بازی بعد از 6 بازی یک دونه مدال میگیریم. ارزش از این مدالات مسابقات جهانی و مسابقات آسیایی ارزش از این کمتر از ارزش مدال المپیک نیست. این تفاوت ها در بین ورزش رزمی موی تای بسیار خوب. همه رشته ها یعنی در افغانستان با امکاناتی که ما داریم قابل قدر هستن ورزشکارای ما و میشه در مورد لوح تقدیر هم بر ما معلومات بدین؟ این 2018 بازی های ماکاو است که من قهرمان شدم. مرد پوزیش من ایچیشم نشان بدم، این مدالشم نشون، مسابقات آسیایی بود که در شهر ماکاو چین برگزار شد، کشور چین برگزار شد، که از اینجا ما 16 نفر رفته بودیم که 4 مدال نقره گرفتیم، 3 تا برنز گرفتیم از این بازی ها. بسیار خوب، موفق باشین همیشه. خب همزه اگر تاس نبا باورو چه پاینده که تاس پلانون لاری زانتا او قرانتین کم سکاو
تمرینون تم دما ورکه او که دستینو تاسو منتظر دی ته چې قرنطین تمام شونه بعد یې نه تاسو مون خو اول پلان زمونږ آینده تم ده چې مونږ یو نفر پیدا کړو چې مونږ تشویق کړو مونږ د سی او کاسونه لرو پراس کې چې مونږ تشویق کړو مونږ حمایت کړو نو بیا نو دا ورزش هیڅ ده یعنی هیڅ هغه نه کوي مونږ ته مونږ چې کله استاد ته ګورو مونږ نه هیله کیږو نه امید کیږو چې استاد دومره مسابقات دومره قهرمانیان کړي چې پښتنه نه ده کړې په لوګر کې نو مونږ چې کله زوال مسابقات کو نه هیڅ کیږي مونږ ته فائدہ نه لري نو لاس کال کې چې امیر سپسې دلته مونږ سره ورزشي هغه امیر د لاس کال کې په لوګر کې او بستون هم سړي تاسو بخپل خلخ خبرې سي د جلالت ماو رئیس جمهور په امر باندې سي او کال یا د غیر رسمي بستون چې دي د او کال او د نور بستون سلور کوي او رئیس باید په وظیفه نور باید سي د لاس کال پر دي د بس باید انتخابات تور کې یا په اړه هغه سي دوی خبولي نو باید دلته د تغیرات راسي په فدراسیون کې اول پلان هم دا دوم پلان دا چې موږ لاړ خارجي مسابقات موږ حمایت کې د لوګر طرفه امیریت چې وغړي کوي چې څنګه زموږ نماینده موږ خپل سر هیڅ چیرته هم نسوتلای او بل خبر دا په قرنطینو کې خو ما کلاپونه بندو نو جمنازیم د زموږ لوګر جمنازیم یو خو په صحیح ځای کې نه ده جوړ سوی یعنی داسې یو ځای کې د سیاغه جي وضعیت هم ډیر خراب ده او بل خبر دا چې ټول ورځ باندې ماشاءالله قلف ورته ښه پروت ده کنه او ټول ورځ باندې یو قلف ډیر اصلي ده خلاصیږي نه نو فوټبال فدراسیون د نسې زه جوړ کړم د چنو هغه اجای هغه جای ویل خالی پاتې او په خنسر اجای خالی پاتې او نو بیا الته سیده ویل راځي د جای خالی پاتې دلته یو شی جوړ کوسی خیسته کارسی زه سیده د لوګر پر ټولو په نمائندګی راغلم استاد زه تنه خپل د بخش باندې هغه نه کوم او ته فدراسیون د فوټبال جمنازیم ده د هغه چې ده دومره کابل پکې شنه سوی دي ذاتی نو هغه چې خرڅ کې سړی بخیل دنه چې فوټبال پکې یعنی فوټبال پکې اس نه کیږي نو هغه باندې د استاد په کوښښونو او د ورزشکارانو په کوښښونو هغه خلاص کړی او موږ غواړو جمنازیم خلاص شي په لس کالو کې ما 15 کال کې ورزش ته مخ راوړی تر اوسه پر ما د استادانو کومه جلسه نه تدریب پر چې زه استاد سوم ما تر اوسه پر د استادانو جلسې نه لیدلې باید استادان جلسه ونیسي استادانو مې اس کې کلاپونه چې د کلاپو ته یو ورنه ورځي کلاپو ته باید د زموږ نماینده د حق په لاره ما د ایمال طرفه ما شخلی ما پسر ما شخلی ایما پسر هغه دلته مې زه چې اوس نو سم استاد نو شنو ورځ کارانو سي د نامر د نبل د ایما پسر راځي دلته باید کلاپ کلاپو ګرځي او بل هم د مسله دا ده چې څو نفر د لاس لاندې نیولې امغه سره کار کوي بس کلاپو ته نه ورځي کلاپو ته جواز نه ورکوي کلاپونه نه بندوي سر بخود کلاپونه کوي سي لوګر کې خلاص سي هیڅ پختنه نسته د امریت له طرفه هیڅ یو داس کس نسته چې راستا د توې چې تسکاره ته ولې کلاپ خلاص کړی ده او نه داس کس ته چې راسي کلاپ ته بند کی یا داس کلاپ سره راستا جواز درکي استاد د مسابقات نه راغلی ده زه خپل د لوګر کې د لس نفر دونه پیژني مشکل اومده چی ده د موږ رهبری مشکل ده رهبری که امیر سپسې یو رهبری کړی وای موږ ما ولا کې ویل زه ولا امیر سپسې سره هیڅ شخصي مشکل نه بلکې د لوګریانو په غره غلم دلته لو کابل تر غلم استاس له تلویزیون ټول افغانان او لوګریانو باندې غږ کوم سه حق غواړو او دم پیغام د لو افغانان ته ټول افغانان ته چې نور خپل حق غواړي خپل حق ته بس صبر ممدوم را بس ده لکه استاد هیڅ کله غوښتل نه شي نو خدا چاغینه وخت حق اخیستل کیږي غوښتل کیږي نه لکه سي امان الله خان غازی سده یو خبر ده کنه ال ازادي اخیستل کیږي غوښتل کیږي نو موږ هم خپل حق اخلو که په هر رقمي موږ سده درې پلان لرو باید موږ ته حق اخلو که داسې نه ده موږ لچان نه خیرات غواړو نه بل غواړو نه بل غواړو زه خپل حق غواړم زه کسي ورزش کوم د استاد حق غواړم د غلو غری حق غواړم چې هلته په خپل شخصي پیسو باندې هلته مسابقه کوي ایمه د استاد د استاد سر تاسو کې دایسي وګړي روسته خلاص ټول افغانستان پیژني خو یې مالو ګرای نه پیژني د ستنن پورتل په خپل شخصي پیسو باندې تللی زه چې سلور کال کې ورزش تر غلې ما ته تروس پر چا یو افغاني کومک نه کوي یو جوړ دسک شي یو جوړ برزو چې یو زر افغاني د ورزشکارانو اسریا دنو ولې یو زر تاسو نه درسته د تروس پر یو افغاني یو جام پر برزو یو دسکش ما د هیڅ چا طرف نه درغلی نو ورزشکاران تر غلې ده دا که زه وایم چې ما تر غلې د زما غاړي بنديږي زکه صحت باید ویل سي نه امریات نه بل اته مونږ تشویق سوي نه یو چې کله یو چیرته زو دا سې زو لکه عمل ما غونې بیرته راوځو په لوګر کې یعنی استاد ته وګوره استاد په شخصي پیسو تللی زه په څلور کال کې ما درته ویل زه ورزش ته ما مخ راوړی زه تر اوسه پر تشویق سوی نه یم د چا له طرفه نو لوګر کې سیده ورزش سیده د نارینه وو بیخي په سقوط روان ده که یو کلب خاص یم نه لرو مونږ سیده سفیران د صلح یو مونږ همیشه یو اړخ ته وو نه دولت سره کارو نه طالبان سره مونږ سره هیڅ څوک کار نه لري مونږ خپل حق غواړو مونږ د سفیران د صلح یو او د لوګر افتخار د افغانستان افتخار یو او ستاسو د نایب قهرمان د جهان سوی د پښپک 50 مملکتو کې وګوره کې د ستاسو تر اوسه پرې نه پیژني کې د لوګریانی نه پیژني د څه وجه ده دنه معلومیږي چې مونږ امر سده په رهبری کې ضعیف ده او لاس کاری وکړو نور بس هم ده لاس کاله یو جاغ چوکې سده ډیره ده کاغه مونږ د ګرانو ساس خبره یاد پخې وای که شاته مو بس ده او کمرچه مو بس ده
لاس کله تیر پر بس داغه بیت لارس یغه تا مونږ په حق غواړو که پر رقمي نن ستاس له تلویزیون بل ورځ بل تلویزیون هر رقم چې مونږ په حق غواړو بله په ارزوی ما هم بر شما همی است که آنچنان که شما زحمت بکشین بتونین پاداش زحماتتون را بعد از بیارین در مورد وضعیت ورزش و در مورد ای که شما با چی امکانات و با چی دستاوردهای ورزشتون را در رشته های مختلفی که هستین انجام دادین از شما شنیدیم و حالا هم جناب سلحشور از حضور بانوان در بخش های مختلف ورزشی بگو اینا یا حضور خوب دارن بانوان یا خیر در بخش فدراسیون اگر در فدراسیون خود گپ بزنیم به خاطر اینکه ما عضو تیم ملی هم هستم در بخش داور هم هستم داور تیم ملی هم هستم و تامیال را حمایه هم شدم اگر در بخش فدراسیون خود گپ بزنیم فدراسیون ما یگانه فدراسیونی است که در بخش بانوان فعالیت داره ما در مسابقات ماکاو که رفتیم مسابقات تایلند که رفتیم در بخش بانوان هم دو نفر نماینده بانوان هم حضور داشتن و یک کپ هم گرفتن کپ هم به خاطری که در بخش بانوان زیاد فعالیت داشتن یک کپ هم از طرف سازمان جهانی افما فدراسیون مبارزه آوردن بسیار خوب خب آقای سلحشور میخواییم در این مورد هم از شما بدانیم که وضعیت امنیتی در ولایت لوگر چیگونه است چون زمانی که وضعیت امنیتی خوب باشه یعنی امنیت خوب داشته باشه همه میتونن درست ورزش هم ادامه بدن اگر از نگاه وضعیت امنیتی درست نباشه هیچگاه هم ورزشکارای همچنان نمیتونن ورزش خود ادامه بدن خب اگر در حساب امنیت گپ بزنیم در تمام افغانستان امنیت خوب نیست مشاور کابل هم فعلا هم که ما شما میگه شیشتیم که احساس امنیت میکنیم در ولایت لوگر هم مانند دیگه ولایت ها امنیت هم تا اندازه خوب است تا اندازه بد است از طرف شب یکی حکومت داره از طرف روز دیگه حکومت داره خب بازم قناعت بخش است چون ما ورزشکار هستیم با هیچ طرف کار نداریم ما سفیرای صلح هستیم اگر مبارزه کرده ایم در داخل رنگ اگر در قرنطین با ماها در قرنطین بودیم که وزن خود کم بکنیم به خاطر افغانستان بوده به خاطر نامنیکی افغانستان بوده دیگه امشالا فکر نکنم قدیما کس کار داشته باشه کار سلامت باشه ممنون از شما مانند لطف سنم اگر حرف باقی است مشنیمت زنده باشین بخیر باشین خیلی خوش شدم یو پیغام طول و افغانان تلارم چی رازهی چی نور غلی پایت نسو خپل حق وارو د امنیتی لحاظ تاسو ویل امنیتی لحاظ هر چی تخراب دو خمونگا ورزشکانان چی سفیلان دو سلحیو الله دوار طرفونو وار چی رازهی دورو راجنه بس کنور رازهی پی یو تغیر سرکین و افغانانیو او زمونږ او ستاسو چې زه مونږ او تاسو د یو بل په درد نه خورو هېڅ کشور یا هېڅ بهرنی هېواد زما ستا په درد نه خوري ستا په درد به زه غمجن یم زما په درد به ته غمجن یې راځئ چې صلح وکړو او په یو هغه کښېنو ځکه چې مونږ هم چې دا د صلحې په ارمان یو زمونږ پلارونه نیکونه د صلحې په ارمان مثال لاړل نور مونږ جنګ بس ده او افغانان ته غواړو چې راځئ خپل حق واخلئ غوښتل کېږي نه حق اخیستل کېږي د همه غازي امان الله خان خبره بیا تکراروم چې حق م واخلئ ورنه که یا د سی وی چې مثال حق او اخیسته او غوښتل کېده نو اوس به مونږ حق اخیسته وای ځکه چې مونږ ټول ورځ خپل حق غواړو کله له امریکې نه غواړو کله بل نه کله بل باید مونږ خپله واخلو ډېر مننه له تاسو او له تاسو شما سلامت باشین و حالا هم فن فردا تا ساحه از دنیای تکنولوژی را با هم یکجا تماشا میکنیم دوباره برمیگردیم ما را همراه باشیم